باز هم ماجرای بنی اسرائیل. بت بعل را در مرکز شهر بعلبک گذاشتند و در حول آن شروع کردند به چرخیدن، این بت پرستش میکردند. اما بنی اسرائیل که از رفتن موسی علیه السلام و هارون علیه السلام مدت کمی گذشته بود، الله متعال به حال ایشان ترحم میکنه، پیامبر بزرگواری را به نام الیاس به سوی ایشان میفرسته. این پیامبر با خود معجزاتی داره، مرده ها را زنده میکنه به اذن و اجازت الله و همچنان باران به دعای او نازل میشود و همچنان باران به دعای او قطع میشود. حضرت الیاس علیه السلام را متهم میکند که تو ساحر و جادوگر هستی. اما الله متعال با این قوم متجاوزگر چی فعل انجام میدهد؟ و واقعا حضرت الیاس علیه السلام پیامبر است که تا اکنون زنده است و یا خیر؟ آیا الیاس علیه السلام امان طور که از اسرائیلیات آمد است بر پاره از آتش و سوی آسمان بالا می رود و یا خیر؟ پیرامون این موضوع صحبت میکنیم. چینل یوتیوب حتما سابسکرایب کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از وفات موسی علیه السلام و هارون برادرش، الله متعال در بنی اسرائیل انبیای متعددی را برای هدایت بنی اسرائیل و برای اینکه ریشه های وحدانیت نخشکد مبعوث میکنه. آخرین پیامبر که قبل از حضرت الیاس علیه السلام مبعوث میشه همانا حضرت حزقیل علیه السلام است. بعد از وفات ایشان قوم بنی اسرائیل شروع میکنن به تعدی و تجاوز و ارتکاب گناهان کبیره، با قتل و خونریزی و همچنان بردن اموال بناحق، حکم به باطل کردن و همچنان سودخوری و اعمال زشت و شنی دیگه که دین موسی آن را حرام دانسته بود. بنی اسرائیل بعد از ارتکاب گناهان کبیره شروع میکنن به شرک به الله متعال. بله، آنها خدایان را پرستش میکنند که در طول تاریخ یا تمدن‌های دیگه به پرستش اون خدایان پرداخته بود. میگویند به جانب غربی دمشق در شهر بعلبک که کثیر از بنی اسرائیل در آن سکنا بود، شروع میکنند به پرستش خدای بعلا. اگرچند در ارتباط به این بت و صنم اقوال مختلف است، بعضا به این قول نظر هستند که این بت قبلا در سوریا مورد پرستش و عبادت واقع شده بود و بعضا هم میگویند که بعلا یک زن جادوگر و اهریمن صفتی بود که قوم بنی اسرائیل فریب میده و آنها را وادار میکنند به پرستش خودش. و بعدا میگویند که بعلا امانا الهه یا خدای نزول باران بود. قوم بنی اسرائیل در مرکز شهر بر بت بعلا معبد ایمار میکنن و شروع میکنن به پرستش این بت. الله متعال به حال قوم بنی اسرائیل ترحم نموده و پیامبر بزرگوار را به نام الیاس در جمعشان مبعوث میکنه. در ارتباط به سلسله نسب حضرت الیاس علیه السلام نوشته کردند که سلسله نسب او به حضرت هارون برادر حضرت موسی علیه السلام باز میگردند. در ارتباط به سلسله نسبش نوشتن الیاس ابن یاسین ابن فنهاس ابن العذار ابن هارون ابن عمران علیه السلام. الله متعال انبیایی را که در جمع بنی اسرائیل میفرستاد بدون شک که آنها دارای معجزاتی بودند. حضرت الیاس علیه السلام تعداد از مردگان به اذن و اجازت الله متعال زنده می نمود. همچنان حضرت الیاس علیه السلام می نویسند که بر آتش سیطره داشت، یعنی آتش در تسخیر او در آمده بود و حتی یک بار پادشاه یا حاکم شهر زن را به آتش می اندازه به سبب اینکه او به الیاس علیه السلام ایمان آورده است. حضرت الیاس علیه السلام به اذن و اجازت الله به آتش امر میکنه و این زن نمی سوزانه. و همچنان معجزات دیگه از قبیل قطع کردن باران و یا اینکه نزول باران به دعای الیاس علیه السلام جزی از معجزات او بود. علی کل حال حضرت الیاس علیه السلام قومش هشدار میده تا از صنم ها و بت ها خودداری کنن از پرستشش و الله یگانه و الله که خالق آسمان ها و زمین است را پرستش کنن. اما طور که در سوره مبارکه الصافات میخوانیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان الیاس لمن المرسلین،
إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الیاسین. و به تحقیق که الیاس از جمله فرستادگان ما بود و آن دورانی که به قوم خود یا آن هنگامی که به قوم خود گفت چرا پرهیزگار نمی شوید؟ چرا تقوی پیشه نمی کنین؟ آیا شما بت بعل را به جای الله متعال، الله که احسن الخالقین است، پرستش میکنین؟ الله پروردگار من و پروردگار شما و پروردگار پدران شما است. حضرت الیاس علیه السلام اینا را به یگانگی الله متعال و به توحید و به دوری از بت پرستی دعوت میکنه. اما آهسته آهسته این اخبار به گوش ملک و پادشاه میرسه. ملک و پادشاه را به گوشش میرسانند که الیاس افراد اشخاصی را در حول خود جمع کرده است و میخواهد که نظام حکومتی تو را بر بیاندازد. و گذشته از آن، حضرت الیاس علیه السلام بر علیه خدایان تو و خدایان پدران تو قد علم کرده است و این خیلی مذموم و این خیلی زشت است. پادشاه حضرت الیاس علیه السلام را دعوت میکنه و به او میگوید که ای الیاس، در صدد چی هستی؟ میگوید در صدد این که بندگان خدا را از شرک بت پرستی و سوی پروردگارشان دعوت کنم. پادشاه به الیاس علیه السلام میگوید خدای تو کیست؟ حضرت الیاس علیه السلام میگوید آن کسی که بر آسمان ها سیطره دارم. او خورشید و ماه را به تسخیر شما در آورده است و همچنان او شما را به بهترین شکل آفریده است و این در حال از خدایان را که شما پرستش میکنید نه به شما فایده میرساند و نه به شما ضرر میرساند. آنها سنگ های سرد و سنگین هستند که نه نداهای شما را میشنود و نه صداهای شما را. از استدلال الیاس علیه السلام پادشاه و کسانی که در حول پادشاه بود شگفت زده شده و گذشته از آن برآشفته میشن و حجت بر صحبت ها و سخن های الیاس پیدا نمی کنه. بعد از حضرت الیاس علیه السلام طلب معجزه میکنن. الیاس علیه السلام به اذن و اجازت الله متعال رفتگان را، کسانی که وفات کرده اند، زنده میکنه. بعد از آن این جمع حضرت الیاس علیه السلام ساحر و جادوگر خطاب میکنه. پادشاه زمانی که رأی افراد اشخاص که در حولش از پرسان میکنن، آنها میگوین الیاس یک جادوگر و یک ساحر است. الیاس علیه السلام از محله و منطقیش بیرون میکنن. پادشاه به الیاس میگوید اگر بار دیگر تو را در درون شهر بعلبک دیدم یا پوستت از تنت جدا میکنم یا به بدترین شکل تو را مجازات خواهم کرد. الیاس علیه السلام راهی کوی ایلیا می شود. البته این کو بعداً به این نام مسما می گردد، زیرا کوی ایلیا مسما شده است به نام الیاس علیه السلام و یهود حضرت الیاس علیه السلام را در کتاب خود ایلیا یاد کرده اند. در آن مغاره از کو به عبادت می پردازه و به دعا و تضرع می پردازه. نوشته اند که زاغ‌های به حضرت الیاس علیه السلام مدت غذا می آورد. حضرت الیاس علیه السلام 10 سال در آنجا سپری می کند و در این مدت شاگرد مخلص از حضرت الیاس علیه السلام علی یسعه که در قرآن نام او نیز بعد از الیاس علیه السلام ذکر شده است در آنجا رفت آمد داشت. البته علی یسعه در آن دوران به نبوت هنوز مبعوث نشده بود. از جمله افراد صالح و از جمله شاگردان حضرت الیاس علیه السلام بوده است و نیز اضافه میکنند نویسنده کتاب البدایت و النهایه که الیاس کاکای علی یسعه بوده است. علی کل حال بعد از مدت قوم الیاس علیه السلام که پیامبرشان از شهر و دیار خود بیرون کرده بود و او در مغاره از کو به عبادت پرداخته بود، اینا را به قحطی و خشکسالی دچار میکنه. آسمان دیگه چیزی نمیباره و هیچ کشت و زراعت پربار نمیشه. حضرت الیاس علیه السلام خبر میشه که قوم به قحطی و خشکسالی دچار آمده است. الله متعال به الیاس میگوید که ای الیاس، شرک و کفر و گناه و معصیت بنی اسرائیل
سبب شده است که حتی حیوانات هلاک شود. حضرت الیاس علیه السلام میگوید که پروردگارا توبهشان را بپذیر و به حالشان ترحم کن. الله متعال مهربانی میکنه که بله ای الیاس، اگر این طایفه توبه کنن و به سوی پروردگارشان باز بگردن، بدون شک که این قحطی و این مصیبت از سرشان دور خواهد شد. حضرت الیاس علیه السلام به شاگردش میگوید که چگونه من وارد این محله و منطقه شوم؟ الیاس میگوید من میرم درون شهر، احوال شهر را گرفته دوباره به سوی شما باز میگردد. الیاس دوباره به نزد الیاس علیه السلام باز میگردد و به او میگوید که ای پیامبر الله، پادشاهی که شما را از آمدن به شهر نهی کرده بود، او مدتی است که وفات کرده است. یعنی زمینه رفتن شما به شهر فراهم آمده است. الیاس علیه السلام به خاطر هدایت قوم دوباره وارد شهر میشه. قوم بنی اسرائیل که در بعلبک و در این شهر بزرگ سکنا بودند، بر علی الیاس علیه السلام دندان میخواین و به او میگویند که ای الیاس، چی شده است که دوباره باز به این شهر بازگشته ای؟ به خدایان من سوگند که تو را زنده نمیگذاریم. اگر پادشاه وفات کرده است، او جانشین دارد. ما دوباره به جانشین او از تو و از احوال تو خبر خواهیم برد و این بار جان سالم به در نخواهی برد. الیاس علیه السلام میگوید من آمدم که به شما مژده بدهم. قومش میگوید چی چیزی مژده است که به ما میدهی؟ الیاس علیه السلام به ایشان میگوید الله متعال خالق یگانه فرموده است، اگر شما توبه کنید، همین لحظه قحطی و خشکسالی را از سر شما دور میکنه و الا ای که همه شما هلاک خواهید شد. قومش میگوید ما خودمان را به خدایانمان چسباندیم، یعنی به بت‌های خود محکم خود را چسباندیم. این یک واژه یا کلمه مجازی است، یعنی بدین معنا که ما خدایان خودمان را پرستش میکنیم و غیر از آن خدای دیگر را پرستش نخواهیم کرد. حضرت الیاس علیه السلام به قومش میگوید پس بیایید با هم مناقشه کنیم. همین لحظه دستانتان به سوی بت‌هایتان دراز کنید، از ایشان بخواهید که پاره های از ابر را در آسمان پدید بیاورد و آسمان باریدن بگیرد. اگر چنین شد، همه ما بت‌های شما را از این به بعد پرستش خواهیم کرد و بعد از آن اگر سخنان شما را گوش نداد و دعایتان استجابت نکرد، من دست های خود به سوی آسمان بلند می کنم تا پاره های از ابر پدید بیاید و آسمان باریدن بگیرد. اگر آسمان بارید و قحطی و خشکسالی از سرتان بدور شد، پس الله یگانه را پرستش کنید. قوم الیاس علیه السلام گفت ای الیاس، به حق و عدالت فیصله کردی. درست است، قوم بنی اسرائیل در ابتدا به سوی بت بعل دستشان دراز می کنند، در حولش میچرخند، از او میخواهند که قحطی و خشکسالی را از میان بردارد، ولی قحطی و خشکسالی از میان نمی رود و آسمان یک قطره آب هم باریدن نمی گیرد. بعد نوبت الیاس علیه السلام می شود، دستانش به سوی آسمان بلند می کند و می گوید ای خالق آسمان ها و زمین، ای هست کننده خورشید و ماه و ستارگان، ای خدایی که می میرانی و زنده می کنی، ای خدایی که می بارانی و از باریدن نهی می کنی، بر این قوم ترحم کن و بر ایشان بباران و زمین هایشان سبز شود و این زمین مرده دوباره زنده شود و تو به این کار قادری. مدت نمیگذره که پاره های از ابر در آسمان پدیددار می شود، ابرها باریدن می گیرد. حضرت الیاس علیه السلام قومش را می گوید که احوال شما چگونه است؟ آیا با الله ایمان آوردید یا خیر؟ میگویند ای الیاس، مدت زمانی میخواهیم تا فکر کنیم. الیاس علیه السلام میگه درست است، پس فکر کنیم. بعد از چند روز الیاس علیه السلام دوباره اینا را جمع میکند از بازارهایشان و برشان میگوید که زمان آن فرا رسیده است که این بت را از مرکز این شهر بدور کنید و الله یگانه را پرستش کنید، زیرا شما با من پیمان و وعده داده بودید. بزرگ از جمع اینا بلند میشن و میگوین ای الیاس، تو ساحر و جادوگر هستی، تو جادوگری، تو انسان نحس هستی که سبب خشکسالی و سبب بدبختی ایمان شدی و ما هرگز نه به تو و نه به خدای تو ایمان خواهیم آورد.
الیاس علیه السلام از این قوم خیلی مایوس و ناراحت می شود. حضرت الیاس علیه السلام از این شهر بیرون می شود. بعد الله متعال الیاس علیه السلام را خطاب قرار می دهد که ای الیاس، این قوم را عذاب خواهیم کرد. آیا می خواهی که از اینجا بیرون شوی، این قوم را عذاب کنم، یا می خواهی به سوی من باز بگردی؟ الیاس علیه السلام می گوید که پروردگارا، من تو را انتخاب می کنم. رفیق الاعلا، من می خواهم به سوی تو باز بگردم. حضرت الیاس علیه السلام وفات می کنه و می گوید او را در کوی قاسیون در اردن دفن می کنه. نقل قول دیگری نیز از آن این که پاره از آتش از آسمان پایین می شود. حضرت الیاس علیه السلام به سر اون پاره آتش می نشینه و این پاره از آتش به سوی آسمان می رود. ولی قبل از این که به آسمان برود، به شاگردش که بعدا به عنوان یک پیامبر مبعوث می شه، علی اصغر وصیت هایی می کند و بعد الیاس علیه السلام به سوی آسمان ها با این پاره از آتش می رود. البته این دیدگاه از اسرائیلیات است، در صحت و سقم آن می بایست درنگ کرد، نه آن را تایید می کنیم و نه آن را رد می کنیم. روایت است از کعب الاحبار که مهربانی می کنند، 4 پیامبر تا اکنون زنده هستند، 2 آن در آسمان ادریس و عیسی و 2 آن در زمین الیاس و خضر. و همچنان روایت دیگه که از حضرت انس ابن مالک است، ایشان مهربانی می کنند در یکی از سفرها حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم با الیاس ملاقات کردند. حضرت الیاس علیه السلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من تقریبا همه سال را روزه می باشم جز امروز، این روزی است که من روزه نمی باشم و چی بهتر که با تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم غذا بخورم. بعد سفره را پهن می کنند و در آن ماهی و انواع غذای دیگه چیده میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن تناول میکنن و بعد از او جدا میشه. انس ابن مالک میگوید که ما دیدیم که الیاس علیه السلام دوباره به سوی آسمان رفت. در ارتباط به چیستی این روایت نوشتن که این روایت جدا ضعیف است. هرچند روایت دیگه آمده از فرستادن سلام الیاس علیه السلام با واسطه اصحاب پیامبر خدا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم که در روایاتش در صحت و سقم آن و یا در چیستی آن مسائل و تعلیقات علما دارند. بله دوستان عزیز، قوم بنی اسرائیل بعد از رفتن الیاس علیه السلام آیا عذاب می شوند یا خیر؟ و وجود حضرت الیسعا و ذلکفل، 2 پیامبر دیگه که به تعقیب الیاس علیه السلام می آیند، پیرامون صحبت میکنیم. با خاطر که این کلیپ طولانی نشود، چنل یوتیوب حتما سابسکرایب کنین، دیدگاه هایتان با ما شریک بسازین. عاقبت قوم بنی اسرائیل چی میشود در برنامه بعد پیرامونش صحبت میکنیم. السلام علیکم.